سلام، به آموزش امروز من خوش اومدین. در این قسمت میخوام یه بافت خیلی جذاب و کلاسیک رو بهتون آموزش بدم. توی این بافت فقط از زنجیره پای بلند و بافت نامرئی استفاده میکنیم. یه تکنیک خیلی خوبم بهتون یاد میدم که وقتی با رنگ‌های مختلف کار میکنیم دیگه نیازی نیست آخر ردیف نخ و قیچی کنیم و رنگ جدید رو اضافه کنیم. اگه تا الان کانالمو دنبال نکردین حتما دکمه سابسکرایب یا مشترک و زنگوله کنارش رو بزنید تا از آموزش‌های بعدیم با خبر بشین. خب بریم سراغ آموزش امروز. یک گره خفت میزنم. سی و شیش تا زنجیره می بافم. تعداد زنجیره ها باید مضربی از 6 باشه. نخ روی قلاب می ندازم و از حلقه روی قلابم رد می کنم. اولین زنجیره. سی و شیش تا زنجیره بافتم. حالا توی پنجمین زنجیره از سمت قلاب، یعنی 1 2 3 4 5 توی این زنجیره یک پای بلند می بافم. نخ روی قلاب می ندازم، قلاب رو توی پنجمین زنجیره می برم، نخ رو می گیرم و بیرون می کشم. 3 تا حلقه روی قلابم دارم. نخ روی قلاب میندازم، از 2 حلقه اول رد میکنم، باز نخ روی قلاب میندازم و از 2 حلقه بعدی رد میکنم. توی زنجیره بعدی هم 1 پای بلند. به این ترتیب. حالا 3 تا زنجیره میبافم. اینجا 3 تا زنجیره رو جا میذارم و توی 4مین زنجیره 1 پای بلند میبافم. ببینید 1 2 3 4. توی 2 تا زنجیره بعدی هر کدوم 1 پای بلند. این الگو رو تکرار می‌کنیم. 3 تا زنجیره. 3 تا زنجیره بعدی رو جا میذارم توی 4مین زنجیره 1 پای بلند. دو تا زنجیره بعدی هم هر کدوم 1 پای بلند. باز اینجا 3 تا زنجیره می بافم. 3 تا زنجیره رو اینجا جا می زارم و این بافت رو تکرار می کنم تا آخر ردیف. بافت ردیف اول تا اینجا. باز باید 3 تا زنجیره رو جا بذارم و اینجا 3 تا زنجیره برام می مونه که توی هر کدوم 1 پای بلند می بافم. پای بلند آخر. اینجا رنگ بعدی رو اضافه می کنم. نخ روی قلاب می ندازم
و از این دوتا حلقه رد میکنم. این نخو قیچی نمی کنیم، برای بافت ردیف چهارم دوباره ازش استفاده میکنیم. آخر این ردیف 4 تا زنجیره می بافم. 1, 2, 3, 4 و کار رو می چرخونم. حالا توی این زنجیره هایی که ردیف اول جا گذاشتیم پای بلند می بافیم. توی هر قسمت 3 تا زنجیره داریم، پس هر قسمت باید 3 تا پای بلند ببافیم. نخو روی قلاب میندازم، قلابمو توی این زنجیره میبرم، نخو میگیرم و بیرون میکشم. 1 پای بلند میبافم، زنجیره بعدی 1 پای بلند و آخرین زنجیره هم 1 پای بلند. به این صورت. حالا 3 تا زنجیره می بافم تا این فاصله رو پر بکنم. اینجا باز 3 تا پای بلند، توی هر زنجیره 1 پای بلند. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم. با 3 تا زنجیره و اینجا توی هر زنجیره 1 پای بلند. بافت ردیف دوم تا اینجا. حالا آخر ردیف بعد از این 3 تا پای بلند 3 تا زنجیره میزنم. توی چهارمین زنجیره یک بافت نامرئی میزنیم. رنگ بعدی رو هم باید اضافه کنیم. پس دیگه من با این رنگ کار نمی کنم. اینجا رنگ سوم رو اضافه میکنم. قلاب رو توی چهارمین زنجیره میبرم. نخو به قلاب میندازم و بیرون میکشم. و از حلقه روی قلابم رد میکنم. به این ترتیب. خب حالا بافت ردیف سوم. سه تا زنجیره میزنم که معادل 1 پای بلنده و کارو میچرخونم. اینجا 2 دانه دیگه داریم. توی هر دانه 1 پای بلند. دانه بعدی. در واقع داریم توی دانه های ردیف اول کار میکنیم. 3 تا زنجیره. میریم سراغ این دانه ها. 3 تا پای بلند ردیف اول. توی هر دانه 1 پای بلند. این الگو رو تکرار میکنیم تا آخر ردیف. بافت ردیف سوم،
سه تا پای بلند، سه تا زنجیره. اینجا آخر ردیف هم سه تا دانه داریم که باید توی هر کدوم یک پای بلند ببافیم. یک، دو و سومین پای بلند. اینجا باید رنگ زرد رو بیارم. بهتره که این نخ این طرف سمت خودتون باشه. حالا رنگ زرد رو روی قلاب میندازم و از دو تا حلقه روی قلابم رد میکنم به این صورت. ردیف چهارم اینجا با سه تا پای بلند تموم شد، پس این ردیف رو با چهار تا زنجیره شروع میکنیم. کارو میچرخونم. توی این سه تا دانه از ردیف دوم توی هر کدوم یک پای بلند. سه تا زنجیره باز توی این سه تا دانه هر کدوم یک پای بلند تا آخر ردیف به همین صورت. حالا باید توی سومین زنجیره از این سه تا زنجیره اول ردیف قبلی یک بافت نامرئی بزنیم، ولی با رنگ سبز. این نخو این طرف میذارم به سمت خودم. رنگ سبز رو میگیرم، قلاب رو توی سومین زنجیره میبرم، نخو روی قلاب میندازم، از زنجیره رد میکنم و همینطور از حلقه روی قلابم به این ترتیب. خب این ردیف رو با بافت نامرئی تموم کردیم، پس باید با سه تا زنجیره شروع کنیم که معادل یک پای بلنده و اینجا توی دو تا دانه ردیف سوم باید پای بلند ببافیم. نخو روی قلاب میندازم، قلابو توی این دانه میبرم و یک پای بلند میزنم. دانه بعدی هم یک پای بلند به این ترتیب. سه تا زنجیره، سه تا پای بلند توی این دانه ها، هر دانه یک پای بلند با سه تا زنجیره و این الگو تا آخر کار تکرار میشه. من روی هم 15 ردیف بافتم، آخر کار یک زنجیره زدم و نخ قیچی کردم. حالا باید این نخهای اضافی رو با سوزن لابلای دانه ها ببرم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. خوشحال میشم عکس کارهای قشنگتون رو به صفحه اینستاگرامم با آدرس قلاب بافی مهسا یا مهسا کروشه بفرستین. تا آموزش بعدی خدا نگهدار.